مادر از منتظر من جواب مادر از رو چی بدم؟ خب من جواب مادر از رو چی بدم؟ خب از من بچه هم میخوایم؟ ناله ها و فریاد پدری که قلبش در مرگ نابهنگام نوزادش می سوزد، اشک می ریزد و از آرزوهای برباد رفته بر کودکش ناله سر می دهد. این پدر برای حفظ جان کودک نوزادش که صبح هنگام چشم به جهان گشود، جاده های شهر کابل را طی کرده، اما می گوید ایست های بازرسی در شهر کابل اجازه ندادند که کودکم مادرش چشم انتظار آن است زنده بماند. یک ساعت بعد ما رسیدیم تا شفاخانه. باز شفاخانه برای من میگه تو بچه تا کشتی، تو دیر آوردی. میگم من نکشتم، خود راه را بسته کده بود. کدام پدر میه بچه خودم میکشه که من دومیش باشم؟ خود راه را سر من بسته کده بود. خود امروز هشت ثور بود، روز تبریکی بود، هشت ثور بود. بیا اشرف خانی، بیا اینی هم هشت ثورت، بیا بگی، بیا مرم بگید جواب از مادرم بده که در خانه نشسته با هزار خوشی نشسته منتظر طفل خودم. درد این کودک نوزاد قامت مادر کلانش را نیز خمیده کرده، لبهایش خشکیده و کودک را که پس از 7 ماه انتظار به دنیا آمده ناچار به آغوش کشیده است. اینجا آمدیم از کرا ما را گفت که شما اینجا را بسته است، ما نمیمانیم. ی پدرش آمد، من طفل در بغلم گفتم چرا نمیمانین؟ گفتم اینا لگه که زیاد وقت ما تیر میشه، بیا که اون مهم است. ایرا رفتیم دکتر بردیم. اونجا که بردیم که وقت از این تیر شده، شما دیرتر آمدین. ایرا چند دقیقه زودتر میامدین، این سالم دوتن دیگه. یک تک بچه سیاه شد. شهر کابل که در آستانه برگزاری لوی جرگه مشورتی سال تدابیر امنیتی اتخاذ شده، اما این تدابیر واکنش های جدی پایتخت نشینان را به دنبال داشته است. باید تدابیر شدت نبخشن که مردم آنمون نظم و آنمون رویایی که دارن آنمون از دست بتن. این خودش ایجاد وحشت است، این خودش آنمون را به مردم نشان میده که ما یک سلی را میخواییم که آغازش با یک نظمی خراب شروع شده. این سماره چک پوینت است. از این چک پوینت ها چی حاصل میاد؟ غریب خود مرده میره، دیگه بیادر نسبش در این طوری زده میشه، نسب دیگه شام از این چک پوینت ها از بین میره. تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سال جان یک کودک را گرفت. این نخستین بار نیز بارهای بار بسته شدن جاده ها در مراسم های مختلف سبب مشکلات زیاد بر مردم شده است. دیانا صمدی، آریانا نیوز.